بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اینجا هستیم که درباره حالا سیاست های جدید گوگل مپ برای خودش تعریف کرده و حالا ما به دنبال جایگزین های برای اون میگردیم صحبت کنیم و خب به دنبال بهترین جایگزین میگردیم. من دهر خدای هستم، علاقه به دوپر که شرکت وید. و اما اول میخوام شروع کنم از یه سری حالا پیش نیازهایی که لازم داریم، مثلا برای اینکه ببینیم، خب برای اینکه بخوایم یه مپ سرویس رو استفاده کنیم. بدون اصلا چه چیزایی احتیاج داریم؟ اول میریم شروع کنیم به اینکه بدونیم حالا کلن مپ ها چه چیزهایی دارن و خب اصلا چطوری کار میکنن. هر نقشه ای خب از دو وجه تشکیل شده. یه بچهشون داده ای هستش که خب نمایش داده میشه و خب به فرمت های متفاوتی هستش و وجه دومش نحوه نمایش دادنشه که حالا ما چیزی که میبینیم و چطوری رندر میشه. این دیتایی که ما باش کار میکنیم به فرمت های متفاوتی و خب دو فرمتی که بیشتر ازش استفاده میشه وکتور و رستر هستش. در واقع این دو فرمت فرمتایی هستن که GIS ازشون استفاده میکنن. حالا GIS چیه؟ اسمش رو همون شنیدیم، Geographical Information System، یعنی یه سیستمی که خب وظیفه ذخیره این داده ها، تحلیل روشون و خب حالا ویرایش این داده های نقشه رو به عهده داره. این GIS و همه حالا سیستم های پردازش داده نقشه به یه سری فرمت این داده قرار ما میدن. مهمترینش وکتور و رستر هستش. میرم شما وکتور. وکتور از سه بخش تشکیل شده. خط ها، پوینت ها، نقطه ها و خب چند زلی ها، همون پولیگون ها. که خب همونطور که میبینیم خط ها معمولا برای خصوصیت های خب همین خطی نمایش داده میشن. مثل چی؟ مثل جاده ها، حالا روده ها و خب به هر شکلی که ما بخوایم نمایش داده میشن، چه منتج چه نقطه چین. پوینت ها خب دوباره از اساس معلومه، یه نقطه هایی هستن که حالا روی مپ هم مثل چی، مثل مثلا پوینت های اینترستی که ما نمایش میدیم، جاهای مکان هایی که توی نقشه نمایش میدیم، مثل حالا استیشن های حالا آتش نشانی، مثلا کافه ها، هر چیزی دیگه. پولیگون و چندزلی ها خب برای نمایش دادن مرزهای اون قسمت نقشه استفاده میشن. جاهایی که معمولا مرزهای مشخصی دارن، مثل چی؟ مثلا شهرها، کشورها و یا حتی مرزهایی که خودمون تعریفش میکنیم، مثلا توی این شکل خب میزان آتش هایی که میشه گفتش که خب اتفاق افتاده توی نقاط مختلف رو داره نمایشون، خب این مرزه مربوط به خودمونه. و اما میریم سراغ رستر. رستر برعکس میشه گفتش وکتور، اینجوری داده هاش ثابت و حالا باوندد نیستش، مرزی نیست. رسترها بهش حتی گرید دیتا هم میگن، چون که خب مثل اسم مثل دقیقا گرید ها یا گرید سل هایی هستن یا تیبل هایی که سلول هایی دارن و هر کدوم از این سلول ها داده های خوش نمایش میده که خب به دو صورت هم کانتینیوس و خب ثابت دیگه ادامه دار و چیزایی که ثابت هستن. اونایی که ثابت هم مثل مثلا تلفن جمعیت، خب اونقدر تغییر نمی کن. ما صرفا یه محیط خیلی رو نمایش میدیم و خب روسته به این مرفته که یه الیویشنی به اون لیر ما میده، یعنی از سطح جداش میکنه و خب این لیر ها رو با الیویشن متفاوت نمایش میده. و نوع داده دوم ادامه دار هستش که حالا این ادامه دار یه نکته داره، اونم این که خب همونطور که مثلا دیدید معمولا این داده ها یه جوری نمایش میدن انگار که هر لحظه دارن آپدیت میشن.
ولی در واقع اینجوری نیست، هر لحظه آپدیت نمیشه. توی بازه های مکانی این داده ها گرفته میشه و خب این محاسبه میکنه داده بین اونها را و نمایش میده و خب این حس زنده بودن به ما میده که اون هم بازم مثل قسمت تماتیک، اسپکترال و پیکچر که خب مورد اول یه سری ریست خیلی ساده است که مثلا با رنگی ها با اینها نمایش داده میشه. بعدی خب ما توی استریت ویو گوگل دیدیم خیلی اینها ایمیج هایی هستش که از ماهواره ها گرفته میشه مستقیم و هر سلول این رندر میشه و بعدی ایمیجی هستش که بر حسب همون عکس های ماهواره ای ما پردازششون میکنیم خب به طور خاص نمایشون که خب خود ایمیج هستش اونم همونطور که به صورت پیکسلی نمایش داده شده. از داده صحبت کردیم بریم سراغ یه میشه گفتش که ارگانیزیشنی که بزرگترین داده نقشه رو در اختیار داره OSM OpenStreetMap. در واقع OSM مثل ویکی‌پدیا میمونه برای نقشه ها، همه چیز توش هست و خب همه توی تدوین کردن اون نقش داره و خب دقیقا مثل ویکی‌پدیا چون که جمع روش نقش داره خیلی ثابت کرده که میتونه حتی مثل ویکی‌پدیا مورد اعتماد باشه. هم که میبینید اوریجینالی created in US با یه همچه آدمی و کاملا اوپن سورس، یعنی یک سری داده هستش که همه شو میتونید دانلود کنید کاملا آزاد، همه میتونن ازش استفاده کنن و خب همونطوری که گفتم همه آدم ها توی تدوینش نقش دارن. در واقع دقیقا همون مثل ویکی‌پدیا، اگر که شما داده‌ای رو بهش اضافه کنین، ویرایش کنین، اگر که درست باشه خب همونجوری میمونه، ولی اگر نباشه یکی دیگه پیدا میشه و اون اشتباه رو برای شما اصلاح میکنه. چیزی که OSM نیست اپه. شما اگر بریم توی سایت شبیه ویب نامش داده میشه و خب حتی یک اپی هم هستش که نه خود OSM ولی یک سری از دیولپر ها اومدن و بر پایه داده OSM این رو دیولپ کردن به اسم OSM اند، میتونید سرچش کنید، خیلی خیلی هم جالبه. ولی خب در واقع چیزی که نیستش اپه، بیشتر یه پایگاه داده ای از تمام داده های حالا مپی هستش که کلی آدم شروع کردن، تلاش کردن، انرژی گذاشتن و این رو جمعش کردن. در واقع اگر می‌خوایم که یک اپی داشته باشیم یا حالا یک چیزی داشته باشیم که خیلی بخوایم یوزر فرندلی نشونش بدیم و کلی سرویس حالا ازش بخوایم استفاده کنیم نیستش. اگر بخوایم از این کار رو بکنیم باید از یه تولای دیگه استفاده کنیم. به طور مثال حالا اپ‌هایی مثل مپ‌استادمی و مپ‌کوست یه ورژن خوشگلی میشه گفتش از OSM اومدن پیاده کردن. یعنی داده‌شون بر حسب بر اساس OSM و همچنین مپ‌باکس هم همینطور هم داده‌ای بر حسب OSM که خب دقیقاً اون داده خام زشتی که میشه گفتش به اصطلاح هستش توی OSM رو میگیره و این رو خب به شکلی که ما نیاز داریم و قشنگ و خوشگل شما نشون میده. حالا چه شکلی ما میتونیم این داده رو استفاده کنیم؟ این رو برای کسانی میگم که خب همیشه احتیاج نداره. الان تنها دلیلی که میشه گفتش که بیشترین دلیلی که گوگل رایگان نمیده به خاطر داده هاشه، چون داده هاشو خودش تدوین میکنه و خب ما این به این احتیاج داریم. خیلی ها ممکنه که بتونن خودشون رو تدوین کنن و خب بیان روی اپ خودش. بریم سراغ این که ببینیم اصلا تو چه شکلی میتونیم این داده رو برای خودمون شخصی سازی کنیم. همونطور که گفتم این یک پایگاه داده بزرگی از داده است، یعنی حدود میشه گفتش که 30 تا 40 گیگابایت داده است که خب حتی این به صورت فشردهش انقدره و خب هیچ کس تمام این داده رو نمیتونه که در جا تدوین کنه. برای همین یه راهکارهایی هستش که این داده رو اون قسمتش که میخواییم رو جدا کنیم برای خودمون و یا حتی به اون فرمتی کنیم که خودمون میخواییم. این داده ها معمولا توی فرمت .osm هستن
یه تولی داره خود OSM به اسم JOSM که توی اون میشه قسمتی از نقشه رو که حالا خود OSM نمایش میده رو کات کرد و اون رو اون یه تیکر فقط دادش رو گرفت. مثلا اگر ما بخوایم استفاده کنیم کشور اینا رو میگیریم و خب دادش رو میگیریم. به این کار میگن اکسترکت کردن. ولی حالا این داده رو به ما چه شکلی میده؟ به فرمت .osm میده. ما با این هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چرا چون فرمت خاص خود OSMه و فقط خودش میتونه ازش استفاده کنه. حتی با استفاده از طول هایی مثل QGIS که خب Continuum Geographical Information System با اون هم حتی خیلی سخته استفاده از این OSM با این که خیلی فراگیره OSM. اینو بچه کار کنه، اینو باید به فرمت هایی که گفتم وکتور و رستر هر چیزی که نیاز ما هست تبدیلش کنیم که خب حالا باز هم برای این بسیار 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 طول های زیادی هستش که این کار برای ما میکنه. ما فایل OSM بهش میدیم و به همون توی فرمت های وکتور یا رستر به همون میدیم. برای سوال اینجا پیش میاد که اصلا چرا داره .osm استفاده میکنه؟ چرا اصلا به همون نمیاد وکتور یا رستر بده؟ OSM ادعا میکنه که بقیه کسایی که میان داده میدن وظیفه‌شون، یعنی هدفشون اینه که خب به این داده راحت بشه دستیابی کرد، دستیابی پیدا کرد و بشه روشون کوئری زد. ولی OSM میگه که من برای این اینجا نیستم، من برای اینم که این داده رو بدم و بگیرم، برای همین این کار رو راحت میکنم. توی داده OSM میزدم که یه شکلی شبیه XML چیزی که جوی که میبینیم که حالا حاوی نودها و خط ها و اینها هستش و میگه که من این شکلی میدم که خب راحت مردم بتونن استفاده کنن، هم بتونم ارسالشون کنم هم بتونم دریافتشون کنم. کجاها استفاده میشه اوپن استریت مپ؟ راستش همه ما ازش استفاده کردیم، فقط نمیدونیم. مثل ویکی‌پدیا انقدر چیز پایه‌ایه که ما همه داریم ازش استفاده میکنیم، چه خودآگاه چه ناخودآگاه. حتی یک جاهایی هم حرفش هستش که گوگل داره OSM استفاده میکنه. خودش نمیدونم این رو قبول میکنه یا نه، ولی دیده شده که کاربرها گفتن که خب ما رفتیم یک داده رو روی OSM ادیت کردیم و درجا اومدیم تقرار روی ببخشید یه گوگل دیدیم. بنابراین میشه گفتش که شاید همه دارن ازش استفاده میکنن. حتی نقشه های ایرانیمون هم بیسشون همش OSM هستش. مثلا خب شخصی سازی شده است برای حال نیازهایی که خودمون داریم. کاربر عادی OSM برای کاربر عادی یه وبسایت داره که خب OSM رو نشون میده برای حالا پیدا کردن جاها، مسیریابی، اینها میشه ازش استفاده کرد. برای دیولپرها خب این یه پایگاه داده‌ای هستش که میتونن یه رندرر واسش بسازن و خیلی شیک نمایشش بدن یا حتی از داداش برای سرویس دیگه استفاده کنن، مسیریابی، هر چیز دیگه که خب فورسکوئر، پوکیمونگو، خیلی از اپ‌هایی که نویگیشن حتی خیلی هاشون توش هست داره از پایه داده‌ای OSM استفاده میکنه. یک استفاده خیلی جالبی رو OSM داره بعد از زلزله هایتی. این خیلی جالبه ولی خودم خیلی جالب بود. اینکه بعد از زلزله هایتی خب خیلی خسارت وارد شد و اینها خیلی آدم احتیاج به کمک داشتن ولی اینا نمیدونستن. یه سری آدم داوطلب اومدن و این با استفاده از داده OSM و عکس های ماهواره‌ای که حالا در اختیار میذاشت اومدن یه نقشه درست کردن و این رو با استفاده از این اومدن حالا پیدا کردن که خب حالا کی کجا به کمک احتیاج داره و اصلا کجا چی خراب شد. از اون به بعد یه ارگانیزشنی یه تیمی تشکیل شد به اسم HOT Humanitarian OSM Team که از اون به بعد دیگه نه تنها برای بلای طبیعی بلکه برای کلن نجات انسان‌ها هر میشه گفتش کمکی میشه به انسان‌ها کرد و زمین حتی با استفاده از عکس ماهواره‌ای خب اینها به صورت داوطلبانه کار انجام میدن و تا به حالا خیلی کار خفن گرد. خب
خب حالا برم ببینیم اصلا گوگل داداش هر کجا میاره که حالا اینقدر داره حالا به هر حال پوزشو میده و از ما میخواد پرایسینگ پالیسیشو باز بالاخره مثلا عوض میکنه. حق هم داره واقعا، خیلی سخت میگیره این داده ها. اولین و میشه گفت بزرگترین مجموعه داده ای که داره یه سری آدم هستن، مک کانتنت پارتنر ها که چیش؟ یه سری ارگانیزاشن هستن که تعداد زیادی داده دارن و این رو میرن به گوگل، حالا یا میفروشنش و حتی توی آپدیت کردنش و اینها خیلی شرکت میکنن. که خب اینجا بود که میتونم بفهمم که خب شاید واقعا دوستان داره استفاده میکنه و حتی توی یک ایونتی اینها تبادل داده کردن. خب ارسم که آخه فیدیه گوگل میتونه استفاده کنه، ولی خب گوگل یک حجمی از بالایی از دیتا رو اومد داد به ارسم حالا کمک کنه بهش. من به بعدی استریت توی استریت ویو ها من استفاده میشه، یک سری آدم و ماشین هستن واقعا دقیقا همین شکلی بنظرم ماشینش باید جذاب‌تر باشه که دقیقا همین جوری توی خیابون وظیفه‌شون اینه از طرف گوگل که راه برن توی خیابون ها و این دوربینی که هستش عکس 360 درجه بگیره از همه چی، از اطلاعات جاده ها، خیابون ها، تابلوهای حتی جاده ها و حالا علائم راهنمای رانندگی و این رو بفرسته به سرور گوگل که خب استریت ویوش لایف دیتا باشه دیگه، در حد در لحظه تعریف کنه. اینجا خودمونیم، این همین تعبیره. یه بخشی از داداش از ماهواره ها میگیره، خب طبیعیه ماهواره هایی که هستن عکس رو میفرستن و خب دقیقا به همون شکل توی فرمت رسته این اونها رو لود میکنه. لوکیشن سرویسز اینا چی هم؟ این یه ذری هر دیوایسی که روش جی پی اس نصبه و خب منتظر به گوگل، همین گوشی های اندرویدی که دست ماست اگر که واچی داریم که حالا جی پی اس داره، همه اینها کمک میکنن به اینکه گوگل این داده وسیع رو جمع کنه و خب هر لحظه آپدیت باشه. این رو از آدم ها همین آدم هایی ما کاربرهای معمولی هستیم که خب خیلی داریم کمک میکنیم در نقابل گوگل، همین که میریم روی مپش و خب گزارش مثلا یه حالا ترافیکی میدیم، گزارش حالا هر چیزی که هر داده ای که میشه اونجا ادیت کرد، این همه این داده ها میره به سمت گوگل و خب میدونیم که خیلی زیاده، هر روز خیلی آدم میان اینها رو میان سعی میکنن داده رو ادیت کنن، اینا میره سمت گوگل و خب یک گروهی از آدم ها هستن توی گوگل که خب اینها رو میگیرن و درست ترینش رو نمایش میدن و خب این هم مثل همون قضیه OSM با اینکه آدم های زیادی هستن و خب بر حسب یوزر و کاربره ولی خب قابل اعتماده. گویش سی داره ریل تایم ترافیک آپدیتس، آپدیت های ترافیکیش که خب واقعا خیلی قابل اعتماده، یعنی خیلی دقیق میاد میگه. حالا اینها رو از کجا میاره؟ قبلا فکر میکنم قبل از سال 2008 تا قبل از سال 2008 گوگل میومد و اساس داده هایی که سنسور های ترافیک میفرستادن بهش این داده ها رو میگرفت. این سنسور های ترافیک اونایی بودن که حالا دولت میومد روی بزرگراه ها و حالا جاده های بین شهری و اینها میذاشت و خب اندازه وسیله ای که داشت رد میشد و سرعتش رو اندازه گیری میکرد این رو میفرستاد به گوگل و خب میفرستاد به سرور و اون بر حسب حالا این تعداد و اینها ترافیک رو محاسبه میکرد و حتی میتونست پیشبینی کنه حالا بعدش چه اتفاقی میفته، ولی بعد از اون دیگه بر حسب به خاطر محدودیت هایی که داشت، چه محدودیتی؟ خب ما که فقط ترافیک جاده رو نمیخوایم یا بزرگراه رو نمیخوایم که شهر چی کار کنیم، اومد یه سیاست جدید گذاشت، ما
کراودسورسینگ، دقیقاً همون قضیه لوکیشن آپدیت ها. بر حسب جی پی اس هایی که توی گوشی های ما هست این میره و خب به صورت ریل تایم آپدیت میشه. خب جاهایی هم که نداشته باشه خب خودتون میدونید توسی نشون میده، یعنی یه قرمز نشونش نمیده. و این کراودسورسینگ یه جای دیگه هم گوگل پیادش کرده توی ویز. ویز رو سالهای پیش گوگل اومد خرید، ولی خب به عنوان یه شرکت جدا داره کار میکنه، ولی خب اونجا هم کراودسورسینگ داره خیلی نقش مهمی رو ایفا میکنه میاد. و خب نه تنها برای ترافیک، بلکه برای اتفاقاتی که پیش رو میفته، مثل پلیسی که هست، دوربین ها، دستانداز ها و اینها رو داره بر اساس داده هایی که خود یوزر رو میدن استفاده میکنه. حالا بریم ببینیم که ما میخواییم از مپ استفاده کنیم، اصلا چه سرویس هایی ازش میخواییم، چیا میخواییم که داشته باشه، از چیاش استفاده میکنیم. میشه گفتش که حالا اولین چیزی که ما از نقشه میخواییم اینه که نشونش بده، اصلا نشون بده که ما کجاییم. که خب خیلی از این پرووایدرها این کار رو با استفاده از اوپن جی ال که بخواه خدا حالا معمولا هم ویوهایی که رندر میشن توی اندر با اوپن جی ال میشن با اون بیاد تایل ها رو دونه به دونه رندر میکن. نکته بعدی که میخوام این که این چیزی که بیشترش استفاده میکنیم توی سرچ هامون جیوکودینگ و ریورس جیوکودینگ، این هم از اون چیزایی که ما زیاد استفاده کردیم، ولی خب شاید دقیقا ندونیم که اسمش اینه. جیوکودینگ در واقع همون فرایند تبدیل کردن آدرس ها به صورت استرینگ به نقاط جغرافیایی، یعنی همین که ما سرچ میکنیم و به همون نقطه جغرافیایی میده. که خب این کار رو به این صورت انجام میده، ما آدرس رو همینجور بهش میدیم، اون اول میاد استانداردش میکنه که حالا بر حسب یه سلسله مراتبی داره توی یک جدولی دقیقا میگه اول مثلا country بعد state بعد city به این ترتیب میاد اول استانداردش میکنه، بعد حالا با استفاده از اون میاد یه لطالانگی به ما میده، یه پوینتی به ما میده، ما میتونیم توی نقشه استفادهش کنیم. ریورس هم دقیقا برعکسشه، میاد پوینت رو به آدرس تبدیل میکنه. که خب اینو ما توی همون مفهومی هم که استفاده میکنیم توی سرچش خیلی داریم استفاده میکنیم، در واقع این برای ما خیلی مهمه. مسیریابی که حالا بر حسب ماشین ها هست، دوچرخه، پیاده، حمل و نقل عمومی، و برای ما خیلی مهمه که خب این مسیریابی که داره به همون میده آیا ترافیک توش لحاظ شده یا نشد. Points of interest، مکانهایی که اطراف ما هست، مکانهایی که توی نقشه هست و ما مورد علاقه ماست، interest ما. مثل خیلی جا مثلا کافه‌ای که ما هر دفعه داریم توی گوگل سرچش میکنیم که فلانجا این دور و بر چی داره. مپ میچینگ کجا به کار ما میاد؟ این برای حل یک مشکلی اومده. چه مشکلی؟ یک سری موقع ها جی پی اس گوشی یک داده ای رو به سرور میفرسته، یک چیزی رو میفرسته، چیزی رو ضبط میکنه که در واقع با چیزی که ما در واقعیت میبینیم خیلی تفاوت داره. مثلا به جای اینکه بیاد اونجوری بپیچه، گرد میپیچه. خب در واقع اون جاده نیست دیگه و جی پی اس داره با یک حالا اختلاف خیلی میشه گفتش بعضا کوچیک اینو نمایش میده. که حالا اگر ما این رو بفرستیم، حالا اگر اون سرویس پرووایدر ما این قابلیت رو داشته باشه، میاد و این رو تطابق میده با دنیای واقعی و خب اون روتی که ما میخوایم نمایش بدیم و بسطح واقعی تری نمایش میده. مثلا دقیقا نه عکسی که میبینیم اون این قرمزه
چیزی که جی پی اس ما ثبت کرده و خب ما میدیمش و این آبیه رو میگیریم دقیقا روی جاده‌ای هستش که روی نقشه هست. از گوگل حرف زدیم، خیلی از ما از گوگل استفاده کردیم. حالا ببینیم بازم چیزی هستش که ما بتونیم ازش استفاده کنیم؟ آیا سرویس های دیگه ای هستن که این چیزها رو برای ما فراهم کنن؟ که خب ما از اول از همه دنبال فریش میگردیم. فاکتورهایی که من اینجا آمدم مقایسه کردم، یکیش همون سرویس هایی که الان گفتم. خب سرویس هایی که به ما میده توی چه حده و خب چه محدودیت هایی داره، توی چه پلتفرم هایی اجرا میشه، در چه صورت مجانیه، در چه صورت نیست، کامیونیتی داره، من به عنوان یه دیولوپر میتونم راحت باش کار کنم و اینکه میتونم شکلی که خودم میخوام شخصی سازش کنم یا نه. این لیست اپ‌هایی که میبینیم خب اولش مپ باکس موضوع خودمونه و مپسفورج، او اس اندروید، مپزن، کارت دی بی، این چهارتا، هر چهارتا اوپن سورس هستن و دلیل اصلی که وجود دارن اینه که شما بتونین داده‌ای که دارید و باش رندر کنید، حالا یا خودشون داده دارن یا نه شما باید داشته باشید. سیدار مطلقه رو نشان هم که اپ ایرانی خودمون هم که سرویس های مپ ایرانی رو به ما میدن. و اما سرویس هایی که ایرانی میدن خیلی واضح به نظرم معلومه. از اندروید و کارت تی وی گفتم هدف، این دوتا هدف اصلیشون واقعا اینه که بیان رندر کنن فقط و خب از داده اوسن استفاده میکنم. اوسن اندروید که خب تابلو از داده اوسن داره استفاده میکنم. کارت دی وی هم از اون تول هایی که خود مپ باکس برای رندرش داره استفاده میکنه، یعنی این توش داره کانتریبیوت میکنه، اوپن سورس و مپ باکس خودش جزء کانتریبیوتر هاش هست. و خب مپسفورج و مپزن، یه چیزی میگم در مورد مپزن، مپزن اواخر سال 2018 شاددام شد، یعنی سرویسش شاددام شد و ولی خب الان رفته زیر نظر لینوکس فاندیشن و احتمال داره که بازم دوباره پیش برگرده. خب یه ذره خوشحال کننده است، یه سرویس اضافه میشه. ولی خب اومد تول هایی که ازش استفاده میکرد و همچنان داره دیولپ میکنه، چون تول هایی که ازش استفاده میکنه اوپن سورس هم تنگیر هم مثلا سرویسی که داره رندرش میکنه. ولی حالا خب این هم باز هم مقبش داره، باز هم دارد یه سری از کارهای مپ‌باکس استفاده میکنه خود والهالا برای سرچ و جیوکودینگش استفاده میکنه.